الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ از آن طرف شما، از این طرف بقیه به دنبال من. جناب ماکسیمیلیان، این چوپان را از کجا می شناسند؟ مدت کوتاهی است که با او آشنا شدم، اما گویی سال هاست که او را می شناسم. شما فکر می کنید منزل این چوپان پناهگاه مناسبی است؟ آری. عجیب است، سگ ها بر غریبه پارس می کنند ولی این سگ این گونه نیست. شاید به خاطر اینکه یک بار مرا با صاحبش دیده. کیست این وقت سحر؟ صدای آنتونیوس است. آمدم. عالی جناب ماکسیمیلیان، شما اینجا چه میکنید؟ درود بر آنتونیوس پاک نهاد. میهمان ناخوانده نمیخواهی؟ این کلبه حقیرانه که لایق بزرگانی چون شما نیست. منت نهاده کلبه ام را مزین کنید، قدم بر دیدگان من بگذارید. داخل شوید. خواهش میکنم. بفرمایید. راه را باز کنید. شما همه از همکیشان جناب ماکسیمیلیان هستید؟ مگر جناب ماکسیمیلیان بر چه کیشی هستند؟ وای خدای من، من چه گفتم؟ مقصود من... نترس آنتونیوس، نترس. اینها همه از دوستان من هستند. جناب تلمیخا، مارتینوس، یوانیس، سودینانوس و دیناسیوس. یک لحظه ترسیدم که مبادا راز جناب ماکسیمیلیان را بر بیگانگان افشا کرده باشم. به هر حال خوش آمدید. کلبه حقیرانه من در خور آقایان نیست. به بزرگواری خیش ببخشید. ما افتخار میکنیم که میهمان آنتونیوس مهربان و پاک سرشت هستیم. ای کاش پدرم زنده بود و این همه اشراف زاده را به کیش خود میدید. نکند که دقیانوس هم مسیحی شده باشد. بهتر است تو را از ابهام در آوریم. در حقیقت ما فراری هستیم، آنم از دست دیوکلتیانوس و سربازانش. فراری؟ به چه جرمی؟ به جرم اهانت به امپراتور و خدایان روم. دیروز در برابر امپراتور عقیده خود را آشکار ساختیم و جشنی را که به افتخار او برپا شده بود برهم زدیم.
نه این باور کردنی نیست. شما در برابر امپراتور ایستادید، چگونه گریختید از میان آن همه سرباز؟ مگر میتوان؟ داستانش طولانی است. من به عالی جنابان گفتم شاید تو بتوانی ما را کمک کنی. من؟ بله، البته من افتخار میکنم که به جناب ماکسیمیلیان و عالی جنابان کمک کنم. ما همه از مشاورین دیوکلتیانوس هستیم. میدانی مجازات پناه دادن و کمک به دشمنان امپراتور چیست؟ هر چی میخواهد بشود، من باکی ندارم. پناه دادن به شما عزیزان شجاع کمترین کاری است که از من برمیآید. ولی فکر میکنم ماندن ما برای آنتونیوس خطرناک است. فیلادلفیا از اینجا چندان فاصله ای ندارد. من یقین دارم که فردا سربازها به اینجا میرسند. شما با پای پیاده اگر یک ماه همراه بروید نمیتوانید از قلمرو امپراتوری روم خارج شوید. من در این چند روز که به ملاقات جناب ماکسیمیلیان در غار میرفتم آنقدر چیزها از ایشان آموختم و آنقدر شیفته سجایای اخلاقی ایشان شدم که حاضرم هر خطری را به خاطر ایشان و دوستانشان بپذیرم. شما هر چقدر که بخواهید میتوانید در این کلبه خرابه بمانید. میبینید که من تنها هستم. آنتونیوس، تو چرا تنها زندگی میکنی؟ پس کو همسر و فرزندانت، بستگانت؟ من همسر و فرزند ندارم. البته تصمیم گرفته بودم که ازدواج بکنم، اما به درب هر خانه‌ای که رفتم گفتن ما فقط گوسفندانمان را به تو می‌سپاریم، نه دخترانمان را. دختران ما که گوسفند نیستند. آنها فکر کرده بودن که من می‌خواهم دخترانشان را هم برای چرا با گوسفندان به صحرا ببرم. و آنچه غیر خداوند می پرستند عزلت گزیده اید، پس به غار پناه برید تا پروردگارتان رحمت خیش را بر شما بگستراند و کار شما را به سامان آورد. موضوع چیست؟ جناب ماکسیمیلیان را چه شده؟ جناب ماکسیمیلیان در فکرند. به غار پناه ببرید تا خداوند رحمت خیش بر شما بگستراند و کار شما را به سامان آورد. غار؟ چه شد که به فکر غار افتادید؟
نمیدانم، فقط میدانم که یک چیز در درون من میگوید به غار پناه ببرید. این غار کجاست که شما از آن سخن میگویید؟ همون جایی که همیشه میروم، کوه آنجلوس، همین کوه مجاور. آنجا امن است؟ باید حرکت کرد. شاید آنکه امور من به دست اوست بر زبانم جاری کرد. مردم ده بیدار شدند، شما را میبینند، بهتر است تا امشب همینجا بمانید. اگر تا شب بمانیم سربازان به اینجا خواهند رسید. کی میتواند باشد؟ نگران نباشید، احتمالاً از اهالی روستا هستن، میخواهن علت تأخیر مرا بدانند. تا شما کمی شیر میل کنید من باز میگردم. آمدم. آنتونیوس کجایی؟ خوابت برده؟ مگر چه شده؟ اهالی رمه و احشامشان را از خانه به در کرده و منتظر تو هستند. مگر امروز به صحرا نمی روی؟ چرا می روم. شما بروید، من خواهم آمد. پس عجله کن. شما بروید، بیش از این مردم را در انتظار نگذارید. من هم اکنون می آیم. بروید. چه بود؟ یکی از اهالی روستا بود، روانش کردم رفت. ظاهرا خلوت است، تا هوا کاملا روشن نشده میتوانیم خارج شویم و اگر اجازه بدهید من هم با شما میایم. تو چرا میخواهی با ما همراه شوی؟ آیا لازم است خود را به خطر بیفکنی؟ من که چون شما سعادت بت‌شکنی نداشتم، لااقل با بت‌شکنان همراه باشم. در ثانی شما به یک خدمتکار نیاز دارید. تو دوست و برادر مایی، ولی علت ندارد که با ما همراه شوی. تو که جرمی مرتکب نشده ای. من تازه شما را پیدا کردم، به این راحتی رهایتن نمی کنم. ما تو را با خود نخواهیم برد، اصرار تو بیفایده است. از اینکه تو با ما همراه شوی خوشحال خواهیم شد، اما اگر ما را دستگیر کنند سنگسار می شویم. تو چرا بیهوده میخوایی سنگسار شوی؟ دوستان، تک تک خارج میشویم. اول من میروم. من از بالای کوه مراقبم که راه را گم نکنید. آنتونیوس، خدا نگهدار. خدا نگهدار عالی جناب. خدا نگهدار آنتونیوس چوپان. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا حافظ. بدرود. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بایستید. چند نفر بروید بر راه‌های زیرزمینی و خوب بگردید. بقیه مواظب اطراف باشند. عجله کنید. کنتر.
کسی نیست. اینجا که خبری نیست، برویم. برویم. خبری نبود قربان. فانتوس، تو با یک عده سرباز از آن طرف برو. شما هم از این طرف بروید. شما هم دنبال من بیایید. حرکت کنید. یعنی چه؟ آنها که هستند که از کوه بالا می روند؟ آنها به کجا می روند؟ غریبه هستند. ای برو حیوان. دیمیتریو، دیدی آنها مرا با خود نبردند؟ آنها نگران جان من بودند. یعنی جان من این همه ارزش دارد؟ نه نه، من که فکر می‌کنم بودن با مردان خدا لیاقت می‌خواهد که من ندارم. آنها جان خود را در راه خدایشان ایثار می‌کنند. راه آنها راه خداست، ولی من باید به این زندگی بچسبم و جانم را صرف این زندگی مسخره بکنم. دیمیتریو، آنها به خدایان دروغین و بت‌ها پشت کرده به سوی خدا می روند، ولی من جان خود را برداشته رو به دنیا آورده ام. من گمان میکنم اگر اصرار میکردن میپذیرفتن. دیمیتریو، تو اینطور فکر نمیکنی؟ تو فکر نمیکنی بهتر است به دنبال آنان بروم؟ درست است که تو یک حیوانی و عقلت نمیرسد و سرت را بدون اراده تکان تکان میدهی، حق داری، اما من که عقلم میرسد، من که میدانم راه آنان راه خداست، پس چرا اینجا نشستم؟ باید بروم. تو بمان. دیمیتریو، تو باید مواظب گوسفندان باشی تا صاحبانشان بیایند. برگرد دیمیتریو، برو برو، برگرد برگرد. دیمیتریو، باز که پشت سر من راه افتادی. برگرد، عجب حیوان زبان نفهمی. برگرد دیمیتریو، تو باید مواظب گوسفندان باشی. برگرد، گله به تو احتیاج دارد. برگرد، برگرد دیمیتریو، برو، گله تنهاست. برو!
بنشینید بنشینید. چگونه اینجا را پیدا کردید؟ یعنی جایی آسان‌تر از اینجا برای عبادت و تنهایی نبود؟ گویا جناب مکسیمیلیان چیزی می‌داند که ما از آن بی‌خبریم. من هم خبر ندارم، فقط می‌دانم در این رفتن حکمتی است. با آنکه می‌دانم این غار راه به جایی ندارد و اگر دشمن سر برسد ما راه گریزی نخواهیم داشت، اما قلبم مطمئن است. شما برای خلوت با خدا سخت‌ترین راه را انتخاب کرده اید. راه رسیدن به خدا چندان هم سهل و ساده نیست. منتها جناب مکسیمیلیان، ظاهراً این راه را به اراده خود بر نگزیده اید. گویا اراده دیگری ما را به این راه می‌برد. خدایا چگونه با انسان‌ها سخن می‌گویی؟ بشر حقیر چگونه می‌تواند مخاطب تو قرار گیرد؟ من احساس می‌کنم این راه را به خواست خود نمی‌رویم. بله، همینطور است. بهتر است را بیفتیم. آلی اینجا چه میکنی؟ من نه، راستش را بخواهید وقتی دیدم شما به من اجازه ندادید من به سراغ خدا رفتم و از ایشان اجازه گرفتم. خداوند خودش به تو گفت بیای اینجا؟ دقیقا خودش گفت، گفت راه صالحان را بروید. منتها من دیدم اگر راه صالحان بروم مرا با خود نمیبرند، پس به ناچار از بیراه آمدم. و تو زودتر به مقصد رسیدی. قصد من پیش دستی بر صالحان نبود، من مجبور شدم. پس بالاخره کار خودت رو کردی. باشد، حال که به دنبال درد سر میگردی مانعی ندارد، میتوانی با ما باشی. سپاسگزارم. کمیتریوه برو. کمیتریو چرا آمدی تو؟ برگرد، چرا آمدی؟ مگر نگفتم پیش گله بمان؟ به گمانم این سگ موقعیت ما را افشا کند. چرا نمی روی؟ کمیتریو با تو هستم، برگرد. عجیب است، چرا نافرمانی میکنی؟ برو. نه نزن آنتونیوس، بگذار بیاید، شاید امروز از کسی دیگر فرمان میگیرد. از کجا که او هم به دنبال کسی است که ما هستیم. گمان کرده ای که ارادت او به خداوند کمتر از توست آنتونیوس؟ راحتش بگذار. کمیتریو بیا، بیا بیا بیا. دیگه جناب مکسیمیلیان بد نیست؟ بزرگ و جادارم هست. یک راه خروج هم اونجا هست. نه، آنجا حفره‌ای مسدود است.
پس این غار راه به جایی ندارد؟ نه، ندارد. گفتم که اینجا مکان تجمع و توطئه آنها بوده. ظاهرا از اینجا تجهیز می شدن و در پی اعمال ننگین خود می رفتن. یعنی با این تیر و کمان شکار می زدند؟ بله می زدند، اما شکارشان سربازان رومی بوده نه حیوان. با اینها چهره خود را می پوشاندند. سوار شو. حرکت کنید. تمام روستاها و قصبات اطراف را بگردید. هیچ جایی نمانده باشد که جستجو نشده باشد. دروغ میگویی هلن، دروغ میگویی. آخر چگونه ممکن است که تو از مخفیگاه آنان خبر نداشته باشی؟ میبینید که ندارم. آنها از طریق دخمه خانه تو گریختند، آنگاه به تو نگفتند به کجا میروند؟ افسران و سربازان شما در تعقیب آنان بودند، چرا دستگیرشان نکردند؟ تو با فراریان هم دست و شریک جرم آنانی. در ضمن بی‌عرضگی سربازان من جرم تو را تخفیف نمیده. من فقط همسر جناب ماکسیمیلیان هستم و اعمال او هم به خودش مربوط است. مطمئن باشید از این پس ماکسیمیلیانی در کار نیست تا همسری داشته باشد. فعلا که از دست فرمانده نالایقی چون تو گریخت. هر موقع او را یافتی یا به سرایی کن. مطمئن باش اگر او پیدا نشود تو را به جای شوهرت مصلوب و مجازات خواهم کرد، مگر اینکه مخفیگاه او را افشا کنید. من از آنان بی خبرم. شما هم هر کاری میخواهید بکنید. تو از رأفت پدرانه من سوء استفاده میکنی. هلن! بگذارید برود علی جناب. او برای پیدا کردن ماکسیمیلیانوس تومه خوبیست. آرام باشید علی جناب. زنان بر دین شوهرانشان هستند. بگذارید مدتی بگذرد. همسر جدید او را به راه خواهد آورد. میخواهم خانه آنها را زیر نظر داشته باشید. حتما علی جناب، حتما. بانوی من چه خبر؟ خدا را شکر هنوز آنان را نیافتند. خدای شکر. پس چرا انقدر ناراحتید؟ آنقدر که این جولیوس رزل آزارم میدهد. پدرم آزارم نمیدهد. خدایا هر کجا که هست او را از شر دشمنانش در امان بدار. اگر میخواستم این چنین مملکت داری کنم که تا کنون روم به باد رفته بود. شش نفر خائن در قصر تو امپراتوری روم را به تمسخر میگیرند و آنگاه میگریزند و هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکند. جناب امپراتور،
من از همان اولم به آنان مشکوک بودم، مخصوصاً به آن ماکسیمیلیان مغرور. همان ماکسیمیلیان مغرور همه ما را تحقیر کرد و به تمسخر گرفت. لعقیده ای را که کاهلی چون تو از آن پاسداری می کند جوید و چف کرد. و اما تو دیوکلتیان، از بی ارزگی تو بود که گریختند، اما از شنگه من نمی توانند بگریزند. آدی جناب، مطمئن باشید که همگی آنان را دستگیر و به شد وجه مجازات خواهم نمود. ببین دیوکلتیان، من امروز اینجا را به سمت اورشلیم ترک میکنم. اگر قبل از رسیدن من به اورشلیم خبر دستگیری و مجازات آنان را شنیدم، چه نجات یافتی؟ وگر نه، وای به حال دیوکلتیان، سردار سپاه پنجم امپراتوری روم. کردنی نیست. یعنی ماکسیمیلیان داماد دیوکلتیانوس یک مسیحی بوده؟ 5-6 تن دیگر از مشاوران دقیانوس هم مسیحی بودن، اما کسی نمیدانسته. هیچ کس تصور نمیکرد آدمهایی با آن ظاهر مهربان و دلسوز از درون آنقدر پست و درو باشند. چرا اهانتشان را به خدایگان امپراتور نمیگویی؟ آن که خیلی بدتر است. ولی به نظر من مخالفت با عقاید ما دلیل بدی آنان نیست. چه بسیار کسانی که خدایان ما را می‌پرستند، اما انسان‌های رذلی هستند، مثل این جولیوس. از شما چه پنهان؟ من که هنوز نسبت به آنان احساس احترام می‌کنم. نمی‌دونم. شکستنه بود و آتش زدن بتخانه ها هم کار آنها بود. نبودی ببینی که چگونه آنان به خدایان ما اهانت می کردن و مقدسات ما را مسخره می نمودن. این بی ارزگی دیوکلتیانوس است که جلوی مشتی کافر و خائن را نمی تواند بگیرد. من می گویم دیوکلتیانوس این موضوع را خوب می دانست، اما به خاطر دخترش هلن چیزی به ماکسیمیلیان نمی گفت. اگر ساکت بنشین و از حریم مقدس خود و خدایان خود دفاع نکنیم، بیشک مورد خشم آنها قرار گرفته و نابود خواهیم شد. من میگویم اگر خدایان میتوانستن چیزی را نابود کنند، دیگر دشمنتر از ماکسیمیلیان و مشاوران دیوکلتیانو چه کسانی بودند؟ وقتی تو این گونه به خدایان ما اهانت میکنی، دیگر از ماکسیمیلیان و یارانش چه توقعی میتوان داشت؟ اگر امپراتور مانع نمی شد، من همانجا قطع قطعشان می کردم. اگر همانجا مجازات می شدند، فرصت فرار نمی یافتند. در بین مردم شایع شده که خدایشان آنها را نجات داده و از چنگ امپراتور رهایشان کرده است. اینها جز اباطیل نیست، خدایی که دیده نمی شود و جز وهم و خیال نیست، چگونه می تواند کسی را نجات دهد؟ من نمی دانم خدایانان چگونه خود، اما میدانم که خدایان ما نیز نتوانستن از خود دفاع کرده و این نامردان را مجازات کنند. اگر ناراحت میشوید میخواهم بگویم ظاهرا خدایانان تواناتر از خدایان ماست. عالی جناب، این مرد میگوید خدایان ما اگر میتوانستند از دشمنانشان انتقام میگرفتند. میگوید خدایان ما ناتوان هستند. اصلا صحبت بر سر توانایی یا ناتوانی خدایان نیست. ببینید عالی جناب، من میگویم انسان عاقل تفکر و تعمق را که حق مسلم اوست از خود سلب نمی کند. من چندیست که با خود فکر می کنم که جنگ میان پرستندگان جوپیتر و آپولون و دیگر خدایان روم از یک سو و
پرستندگان خدا و پسرش مسیح، از سوی دیگر آیا جنگی اجتناب ناپذیر است؟ آیا این رابطه خصمانه را نمیتوان دوستانه کرد؟ یعنی به نظر شما اشکالی ندارد که ما خدایان خود را رها کرده و خدای مسیحیان را بپرستیم؟ من گمان میکنم که جنگ ما و آنها بر سر نام است، که این جنگ بی‌معنایی است. نمیفهمم. یعنی آنها خدایان ما را باور دارند و فقط نام آنها را تغییر دادند؟ من فکر نمیکنم جز این باشد. در واقع تفاوتی بین عقاید پرستندگان دین مسیح و پرستندگان خدایان روم نیست. او گفته است که رومی ها جوپیتر را می پرستند و آنها خدا را، و این هر دو نام یک موجود است. ما معتقدیم که آپولون پسر خداست و آنها معتقدند مسیح. این دو نیز یکی است. گمان نمی کنم این چنین باشد که تو می گوی. مکسیمیلیان و دوستانش از خدای یگانه سخن می گفتند و برای خدا پسری قائل نبودند. اگر این چنین باشد که تو می گویی، خطر بزرگی ما را تهدید می کند. باید جلوی اشاعه این تفکر را گرفت. این تفکر ممکن است بسیاری از پرستندگان جوپیتر را به دین مسیح در بیاورد. علی جناب، چه اشکالی دارد که مردم پیرو چه آیینی باشند؟ ما از آنان پرستش می‌خواهیم. نام که مهم. ای وای احمق، ما اینک گنجینه عظیم خدایان را در اختیار داریم. تمامی نذورات و هدایایی را که برای خدایان می‌آورند به ما تعلق می‌گیرد. آن وقت شما گمان کردید اگر پیروان آیین ما به دین مسیح درآیند، ما باز هم می‌توانیم اقتدار موجود را داشته باشیم؟ ولی مردم چون ما فکر نمی‌کنند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، آنها گروه گروه به خدای مسیح خواهند گروید. این غار جای ساکت و آرامی است. بخور حیوان. اگر شانس بیاوریم و زود گرفتار نشویم، چند روزی را در این غار میهمان خدایی، چون دیگر غذایی نداریم. اگر تا به حال مهمان که بودیم؟ ما با کار و کوشش خود چیزی را خلق نمی، بلکه فقط نعمت‌های خالق را جمع‌آوری می‌کنیم. در حقیقت همه چیز را میزبان حقیقی برای من فراهم کرده است و باز هم اگر لازم باشد روزی من را عنایت خواهد کرد. با روزی یا بدون روزی، به هر حال چند روزی بیشتر دوام نمی‌آوریم. با این غاری که من می‌بینم، اگر سربازان برسند همین جا را گورمان خواهند کرد. بیشک آنکه ما را به اینجا آورده بی حکمت نبوده است و اراده او فوق اراده است. جناب مکسیمیلیان، اجازه می دهید سالی را که مدت ها ذهنم را مشغول کرده از شما بپرسم؟ اگر بتوانم پاسخ دهم خوشحال می شوم. چرا همیشه شوکت باطل جلای حق را می پوشاند؟ چرا خداوند قادر حق را با قدرت خیش غلبه نمی بخشد؟ چرا آیه ای نشان نمی دهد تا همه ایمان آورند و کسی را جای چون و چرا نباشد؟ آیا تو دوست داری که خداوند بالاترین کمال خود، یعنی اختیار و انتخاب را از تو سلب کند؟ اگر ما به میل و اراده خود حق را حمایت کرده و باطل را محو کردیم، به راه ایمان گام نهاده و از این کمال بهره گرفتیم، وگرنه ایمان بدون اراده را که دیگر موجودات هم دارند؟ فکر نمی کنید این سلطه بت پرستی و ظلم و رواج فساد خلاف اراده پروردگار است؟ آیا او اراده کرده است که حق همیشه مقهور باطل باشد؟ نمی دانم که چگونه پیروزی حق بر باطل محقق خواهد شد.
اما احساس میکنم که باطل بیشباهت به کف روی آب نیست و در نهایت حقیقت خودنمایی میکند. جمله ای از انجیل که ماکسیمیلیان همیشه تکرار میکند: حقیقتی را که در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی را که در خلوت خانه ها آموخته اید روزی بر پشت بام‌ها فریاد خواهد کرد. یعنی خواهد رسید آن زمان که خدا پرستان بر کفار بت پرست پیروز شود. اما چگونه ماکسیمیلیان؟ نمیدانم، چگونگیش را نمیدانم. در این که حقیقت پیروز می شود شکی نیست، ولی ممکن است در زمان ما این حقیقت رخ ننماید و آیندگان شاهد آن باشند. تو صدایی نشنیدی؟ من احساس می کنم تنها نیستی، انگار که کسی مراقبه است. چقدر خوابم میاد، نمیدانم تنها من این همه خسته و خواب‌آلودم با شما همین چنین. من که به زور خوکایم رو باز نگردشتم. در این موقعیت یک نفر باید بیدار بماند. شما استراحت کنید، بیخوابی دیشب و پیمودن این راه طولانی و صعب العبور رمقی برای ما نگذاشته. از شما استراحت کنید. عالی جناب ماکسیمیلیان، من دیشب را خوب گفتم و مثل شما هم خسته نیستم. شما استراحت کنید، من بیدار میمانم. باشد آنتونیوس، باشد. بخوابید. نمیدونم چرا اینقدر خسته. من تا به حال این همه تشنه خواب نبودم. گویی این خواب به اراده خودم نیست. چرا خوابم میآید؟ من که خوابم گرفته، تو نمیخوابی که میتریو؟ تو با چشمان باز خوابیده ای؟ تو را تا کنون این گونه ندیده بودم. <تص->
قول دادم که نگهبانیدم، اما خواب نمی گذارد. امیدوارم اتفاقی نیفتد. چند لحظه فقط چند لحظه که بخوابم کافیست، بعدم بهتر میتوانم به نگهبانی بپردازم. امیدوارم جناب ماکسیمیلیان مرا ببخشد. دست خودم نیست، من اینکه برمیخوزم. جناب ماکسیمیلیان در زیر شکنجه بودند که به من فرمودند مردم را آگاه سازید. به آنان بگویید که خداپرستان در قصر چگونه امپراتور را مورد تمسخر قرار داده و بت خدایگان هادریانوس و دیگر خدایان را شکستند. گفت به شما بگویم که خداوند حامی شماست. آیین ما روزی فراگیر می شود و پیروان بسیاری را مجذوب خود خواهد کرد. آگاه باشید که جوانمردان دربار دقیانوس برای احیای توحید و مبارزه با خدایان دروغین قیام کردند. آری، تا کنون به ما طعنه می زدند که دین شما متعلق به غلامان، بردگان و دریوزگان است. حال ببینید که بزرگزادگان و اشراف نیز از کیش ما پیروی می کنند و این نیز مگر به حقانیت دین مولای من مسیح. این جوان مردان نه تنها خداپرست بودند، بلکه بسیاری از خداپرستان توسط آنها هدایت یافتند. بله، درست است. واقعاً که اینان جوان مردانی شجاع و بیباکند. تأخیر کردن امپراتور کار هر کسی نیست. دقیانوس را بگو تأخیر کردن او جسارت میخواهد. یا عیسی ابن مریم، آنها را یاری کن. قطعا یاری خواهد کرد. اینان کوچکتر از آنند که بتوانند عالی جناب ماکسیمیلیان و دوستانش را دستگیر کنند. اگر می توانستند تا به حال آنها را گرفته بودند. دوستان، من فکر می کنم آنان در راه انتاکیه باشند. دیگر هیچ کس نمی تواند آنان را دستگیر کند. من اگر جای آنان بودم به طرف دریای سفید می رفتم و از راه دریا خود را به خارج از متصرفات روم میرساندم. آری، درست. نه، تارتوس بهترین جا برای مخفی شدن است. جدال نکنید. جناب ماکسیمیلیان خود بهتر میداند چه بکند. دوستان، بیایید همه با هم برای نجات آنان دعا کنیم. خداوندا، این جوانمردان برای تو قیام کردند. خود حامی آنان باش و از شر سربازان دقیانوس محفوظشان بدار. آمین. قرار بود تمام گوشه و کنار شهر را زیر نظر داشته باشید. چه شد؟ ما لحظه ای غافل نشده ایم، اما هیچ گونه رابطه بین فراریان و مردم شهر مشاهده نشده. غیر ممکن است که رابطه بینشان وجود نداشته باشد. منتها پیدا کردن این رابطه ارزه می خواهد که شما دو نفر ندارید. مطمئن باشید عالی جناب، ما از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد. فرمان به همه مسیرها نیروی گشتی اعزام کردیم. به همه دهکده‌ها و همه شهرها پیک ارسال شده. جایی نخواهد ماند که مورد تفتیش واقع نشود. هر جا که باشند پیدایشان میکنیم. مطمئن باشید که زمان علیه شماست. اگر تا قبل از ورود امپراتور به اورشلیم او را نیابید، باید خودتان را برای چوبه صلیب آماده سازید. متیوس. بله عالی جناب. گمان می کنم آنان را پیدا خواهی کرد. چاره ای ندارم.
اگر پیدایشان نکنم، آه جوپیتر والا کمکم کن. ببینم ماتیاس، با یک باغ بزرگ در اطراف فیلادلفیا چطوری؟ یک باغ در فیلادلفیا؟ در ازای چه کاری؟ میخواهم ماکسیمیلیان را زنده تحویل ندهی. به هر حال آنان را خواهند کشت. اینطور مطمئن‌تر است. در ضمن تو هم به باغ زیبایت خواهی رسید. بله، او موقع دستگیری کشته خواهد شد و شما هم به بانو هلن خواهید رسید و به دنبالش هم شاید تاج و تخت. بانوی من، سربازان تا کنون همه جا را گشتند. دو شبانه روز است که می‌گردند، اما آنها را نیافتند. این را بگویم، جولیوس از عصبانیت عربده می‌کشید. تنها او نبود، دقیانوس نیز یک سر بر سرشان فریاد می‌کشید. مطمئن باشید، امکان ندارد آنها را پیدا کنند. امیدوارم که خداوند آنان را در پناه خود حفظ کند. ندایی در درونم میگوید که دیگر ماکسیمیلیان را نخواهم دید. این چه حرفی است که میزنی؟ مؤمنین همیشه باید به الطاف خداوند امیدوار باشند. تشویش درونیم به من میگوید که او را نخواهم دید. اما در خواب دیدم که او بازگشته و من با او سخن میگویم. من مطمئنم که او ماکسیمیلیان بود و من دختری جوان و تازه سال بودم. نگران نباش، خوابهای پریشانت نتیجه حوادث روز است. بانوی بیچاره من، ما به دنبال 6 نفر فراری هستیم. فراریان از اشرافزادگان رومی و از مشاورین جناب دیوکلتیانوس هستند که به امپراتور و خدایان روم خیانت کردند. مجازات فراریان مرگ است و هر کس که به آنان پناه داده یا خبری از آنان داشته باشد و افشا نکند به سرنوشت آنان دچار خواهد شد. فراریان از پیروان آیین جدید هستند و خود را از پیروان پیامبر ناصری می دانند. آنها به خدایان ما کفر ورزیده و به خدایگان امپراتور اهانت روا داشتند. پس کسانی که از آنها خبر داشته باشند و با مأمورین ما در پیدا شدن آنها همکاری نمایند، از طرف عالی جناب دیوکلتیانوس مورد تفقد قرار گرفته و جایزه‌ای گرانبها دریافت خواهند کرد. به گمانم که من آنها را دیده باشم. دیده ای؟ من آنها را دیدم. خب بگو، بگو آنها را که دیده ای. تو مثل این که چیزی میخواهی بگویی؟ من؟ آری، تو عالی جناب، ماتیوس اجازه ورود می خواهد. بیاید. عالی جناب، رد پای فراریان پیدا شده. همینک مأمورین مشغول تجسس برای دستگیری آنان هستند. آنها کجا هستند؟ در دهکده‌ای به نام رقیم.
نزدیک فیلادلفیا. آفرین ماتیاس. عربم را آماده کنید. من خود به آنجا میروم. برویم، چوپان در خانه نیست. با گوسفندان هم نبود، حتما با فراریان رفته. عجیب است، آنتونیو سانان را از کجا می شناخت؟ شاید هم نمی شناخت، بلکه به عنوان بلد راه هم را ایشان دفت. ولی نه، به گمان من آنتونیوس هم مثل آنام بود. من که هیچ وقت ندیدم نامی از خدایان ببرد و یا برایشان قربانی بکشد. به هر حال آدم بدی نبود. چند سالی در این روستا چوپانی کرد و هیچ خیانتی از او ندیدیم. اینطور که معلوم است جرمشان خیلی سنگین است و اگر آنها را بگیرن خواهن کشت. هی هی برو هی هی اطراف کوه را محاصره کنید. باید راه فرارشان کاملا بسته شود. ولی جناب، کسی که فراریان را دیده این است. خواب تعریف کن چه دیده ای مرد؟ دیروز صبح که از پای آنجلوس عبور می کردم به ناگاه دیدم که چند نفر به طرز مشکوکی از کوه بالا می رفتن. چند نفر بودند؟ 5 یا 6 نفر درست ندیدم، اما فهمیدم که غریبه هم. از کجا این همه مطمئن می؟ ما اهالی این اطراف را می شناسیم آلی جناب. لباس ها و سر و وضع مردم ما را نداشتند. به راحتی می شد فهمید اهل این طرف ها نیستن. فهمیدم شهری هستن. ابتدا خواستم تعقیبشان کرده و سر از کارشان در بیاورم، ولی بعد منصرف شد. از کجا دانستی اهل شهرند؟ لباس های خوب و گران قیمت داشتند. من تعجب کردم که اینان اینجا چه می کنند. مانده بودم که چه بکنم، اما از آنجا که به من مربوط نمی شد پیگیر نشدم، تا اینکه امروز از سربازان شما شنیدم که اینان فراری هستند. من مطمئنم اگر این مرد نبود شما به این زودی موفق به یافتن آن فراریان نمی شدید. این مرد شایسته ی پاداش است. سپاسگزارم عالی جناب، سپاسگزارم. جولیوس عجله کنید، دستور بدید تمام کوه را با دقت بگردند. با دقت. گلادیوس شروع کنید. افراد حرکت. تو هم بیا. بدون شک موفق می شویم.
من که فکر نمی کنم آنها اینجا باشند. قربان، من با چشمان خودم آنها را دیدم. من خیلی امیدوارم. یعنی باید امیدوار باشی، اگر نه آنکه آن پایین نشسته کارمان را خواهد ساخت. برویم.